من خودم الان نزدیک 10 روز درگیر کرونا، با این شرایطم 500 کیلومتر راه اومدم که این دارو تهیه کنم. کی جواب ما رو میده؟ حاضریم مرگمون خدا بده. یه نسخه 5 تا دارویی رو 3 تاش نداره. سایت تامین اجتماعی بسته. حالا کی باز میشه خدا میدونه. منم مادر منو تو بیمارستان لنگ این آمپوله. آمپوله واسه ریه. آزاد شده 3,700,000. الان بابای من کرونا گرفت. باش 6 تا این آمپوله بزنه. کجا بیاریم؟ وزیر بهداشت ما کجاست که به این قضیه جواب بده؟ این مردم که توی این صف واسادن، مگه ما دوره کرونا رو نمیگذرونیم؟ مگه ما دوره کرونا نیستش؟ آمپوله واسه ریه. آزاد شده 3,700,000. الان بابای من کرونا گرفت. باش 6 تا این آمپوله بزنه. کجا بیاریم؟ تامین اجتماعی دونید 250 تومن سایتش قطع. صبح ساعت 7 اینجا وایسادم. از ساعت 10:30 صبح اومدم داروخانه 13 آبان برای دریافت دارو. سایت قطع، سایت تامین اجتماعی قطع. ساعت 8:30 صبح اینجا وایسادم. دارو رو یا میگن برو تایید کن، بعد میگن بیا بگیر، بعد دوباره میگن نداریم، بعد دوباره میگن برو، دوباره صدا میکنم. مگه من دارو رو مگه میخوام بخورم یا میخوام ببرم بیرون آزاد بفروشم؟ مصرفم دارم، احتیاج دارم که دارم میان بگیرم. کی جواب ما رو میده؟ کدوم یکی از این مقامات دولتی جواب میده؟ اینجا داروخانه 13 آبان میدون هفته تیر. من الان در حدود یه هفته است میام میرم، یه دو تا دارو به من میده، میگه آقا نداریم برو فردا بیا. الان یه هفته است من نه خواب دارم نه خوراک دارم. شب ساعت 3 شب یاد داروخانه 29 فروردین هم میگه آقا تموم شده صبح بیا. یا داروخانه اینجا هستم، الان من دو تا نسخه داشتم، یه دونه شو رفتم اونور از صبح تا واسطم گرفتم. بعد داروی ایرانی که مال ایرانه، 5 ورق به من داده 500 خورده هزار تومان. 500 خورده هزار تومان این دارو باید 3,000 تومان باشه، نه 500 خورده هزار تومان. برای خودشون مغازه درست کردن به وسیله این بیماری. آخه این چه کاریه؟ چه وضعی آخه؟ مردم گناه دارن به خدا. یا واکسنشو بیارید مردم بزنن، یا داروشو بیارید، یا واکسن وارد نکنید دارو بدید مردم استفاده کنن خوبشن، یا دارو نیارید واکسنشو بیارید. من مریضم، بیمار کرونایی، درگیر ریش بالای 60%. الان نزدیک یک هفته است که بیمارستان بستریه و تا این لحظه آمپول رمدیسیویر بهش پذیر میکردن که ظاهرا جواب نداده. دکتر براش آکتمرا اگر اشتباه نکنم تجویز کرده. این آمپول من از صبح تمام داروخونه‌های هلال احمر و داروخونه‌های شبانه روزی تهران که ظاهرا این دارو ممکنه موجود باشه همه رو راب گشتم. همم آب پاکی رو دستم ریختن که این دارو پیدا نمیشه. دلالا هم این دارو رو دارن، آمپول میگن دونه 18 میلیون تومان. انقدر زیاد جمعیت تو زیاده که نمیشه بری تو، بری 100% کرونا رو گرفتی. حالا من نمیدونم اینا چجوری برنامه ریزی میکنن، لااقل یه جوری برنامه ریزی کنن که 5 نفر 5 نفر تو باشن، یا آنلاین باشه، بالاخره یه جوری باشه که این با این وضعیت نباشه، این همینجوری دوباره مریضی گسترش میده. من دنبال دو تا داروام فقط تو نسخم، ما بقیش هست. ولی واسه دو تا من هلال احمر رفتم، پرفی رفتم، چند جای دیگه برادرم رفته، هیچی به چی. اومدیم اینجا میگه که سیستم تامین اجتماعی قطعه، دارویی که مثلا با 150 تومن میتونیم تهیهش کنیم الان میگن 1,000,000 خورده ایش. من از گنبد کاووس 500 کیلومتر اومدم به خاطر چی؟ به خاطر یه دارویی که بابام درگیر سرطانه، اونور داروش پیدا نمیشه. من خودم الان نزدیک 10 روز درگیر کرونا، با این شرایطم 500 کیلومتر راه اومدم که این دارو تهیه کنم. اینجا اومدم به من میگن که فقط دو تا میتونیم از این دارو بهتون بدیم، اینم تقریبا برای 20 روزش میشه. هر چقدرم خواهش کردم که بیشتر به من بدن قبول نکردن. من دوباره همین راه به خاطر این دارو باید 500 کیلومتر رو بیام این دارو تهیه کنم بعد برگردم. الان شرایط خودم خیلی نازوره، نفسم به زور میاد بالا، درگیر کرونا هستم. به هر داروخانه ای سر میزنی، داروخانه سیزابان، هلال احمر، این ور اون ور، الان نزدیک به 10 دقیقه است من با 190 تماس گرفتم جوابگو نیستن. هی میگه شماره 28 منتظر، 27 منتظر، 26 هیچ موقع جوابگوی این قضیه نیست. همه مردم منتظر دارو هستن. به خاطر 3 تا آمپول گفتن صف وایسادیم، گفتن بعد بری تاییدیه بگیری از تامین اجتماعی. رفتیم تاییدیه گرفتیم با یه زور و زحمتی که کلی هم مدارک بعد ارائه بدیم. بعد از اینکه تاییدیه گرفتیم دوباره اومدیم تو صف وایسادیم، میگن سایتش بسته است، 1 ساعت بسته است. یعنی از صبح تا الان
این سایت تامین اجتماعی بسته است. یکی از مشکلات اینه که اینجا هم انقدر شلوغه، همین قضیه.